داین اوف فلای اثری است که آهنگساز با یه حس شوخ طبعی باعث شده که این اثر بسیار با آموزه‌های پیشین و پسینش گونه‌گون بشه. یکی از رموز این اثر استفاده از بهره‌گیری آهنگساز از الگوی فیبوناچی است که در دنباله گفتگو خواهیم کرد و با هم کمی بپوییم و بکاویم ببینیم که این آهنگساز با نازوکندیشی و ژرف‌اندیشی چگونه اثر رو پیریزی کرده. نخست اثر بته با نوت سل که با نوت‌های سل بمول و لا بمول حمایت شدن اون حرکت یک حشره رو ترسیم کرده. سولا و بعد که رفته رو لاد باز دوباره با نوت‌های اطراف خودش یه اتفاق براش افتاده و با برخی از نوت‌ها اوج حشره رو ترسیم کرده. سولا حالا این سی اوج رو نشون میده، دوباره دو، دوباره یه نوتیه که اوج رو داره نشون میده و بعد با نوت‌هایی که حرکت کرده به اون نقطه بالای اثر دست پیدا کرده. برخی تکنیک‌های آهنگسازی توی نمایه نخست جلوه‌گری می‌کنن، از جمله بخش‌هایی که اینورت شدن، مثلا تو بخش میزان 14 از میزان 14 یه الگو از میزان 15 تا میزان 17 یه الگویی که داره دائما داره حرکت می‌کنه. دو سی لا سی لا سول لا سی دو سی مثلا بخوام دو سی لا سی لا سول لا سی لا سی دو سی، دوباره می‌بینیم از میزان 18 دوباره دو سی لا سی لا سول لا سی لا سی دو سی، ولی اینجا دستخوش دگرگونی کرده. دو سی لا سی اینجا بود، دو سی لا سی حالا شد دو سی لا سو، حالا این بود لا سو لا سی حالا شد لا سی دو سی. می‌بینیم کاملا حالت آینه‌وار پیدا کرده و به همین ترتیب لا سی دو سی شده لا سو لا سی، تمام نوت‌ها می‌بینیم دگرگون شده. چنین نغز آهنگساز این بخش رو، این حرکت نخست و اوج حشره رو با این تکنیک‌ها طراحی کرده. در نمای دوم علی جان نظر تو چیه؟ تو نمای دوم دوباره برمیگردیم یه جورایی به همون پنج میزان اول البته که به نظر میاد انگار دوباره حرکتش رو شروع کرده از یه سطح دیگه. ولی وقتی میریم جلوتر یه تغییراتی توی این الگو ایجاد میشه، مثلا تو میزان سی اگه دقت کنیم نوتای جایگزین آمده، نوتای جایگزین میاد به جای مثلا وقتی میزنه فا سول دوباره بزنه فا، اینجا دو بمول اضافه شده، یعنی فا سول فا، این فا دو بمول اضافه شده و بعد میبینیم این حالت هم هست که اوج گیرنده است، بعد تبدیل میشه به ری بمول، بعد تبدیل میشه به می بمول، ولی دو دست چپ به نظر میرسه که داره فرود میاد، دو سی بمول و لا، یعنی کاملا در تضاد با هم در حرکت هستن. یه سری سکوت هایی هم توی میزان 32 33 داریم که به توی میزان 32 33 دست چپ، آها دست چپ درسته اینا، که این یه جورایی داره همون نوتای جایگزینه میزان قبلی و اینا رو میکنم. درسته، حالتی یه سری سکوت هایی هم اینجا هست که اون حس دوتایی رو، چون این فضای ستایی بود، حالا با این سکوت ها ترکیب های دوتایی رو ترکیب میکنه که در واقع یک اوجی رو، در واقع آغاز یک اوجی رو برای اون حشره ترسیم کنه. و بعد اینجا میبینیم که نوت ها به صورت سول لا سی دو دو ر ر می می فا فا، همونطور که خوندم سول لا لا سی دو دو، البته ر بمول ر بکار می بمول، همچون اوج رو ترسیم کرده. از اینجا چه اتفاقی میفته میبینیم که به میزان 42 میبینیم که کلا همه نوت ها بالاتر رفته و نوتای بالاتر نواخته میشه با فاصله دوم بزرگ. بله، سول بمول تا لا بمول دوم بزرگ، بعد میشه سول بمول تا سی بمول سوم بزرگ، و بعدم یه چهارم افسون یا تریتون رو داریم. بله، بعد میرسیم به میزان 49 که اونجا دستای ستایی نوت آغاز میشه، آها، با این تفاوت که بالا دو تاست الگوی دو تایی، بعد پایین یه دونه است، اینجا پایین خوشهای دو تایی داریم و بعد روی و یه صدای خیلی اینجا در واقع اوش کاب وب، در واقع اینجا حشره میفته توی تارنکبوت و اون رو داره تصمیم کرد که تو یه تعبیر قشنگی داشتی، چی میگفتی؟ بله، میتونیم به این نتیجه هم برسیم که این الگوهایی که تا اینجا داشتیم از توی قطعه، یعنی در اصل با این تغییراتی که توشون به وجود اومده یه شبکه رو تشکیل داده که توی رفتار حشره تأثیر داشته. بله، خیلی جالب بود این گفتگوی تو که واژه مولتو اگیگاتو المنتوسو، یعنی در واقع خیلی ناله کننده، مویه کننده و اگیگاتوم که خیلی عصبی.
در دنباله فکر کنم اینجا یه فضای پولیفونیک تولید میکنه که اینجا دیگه به پایان خودش میرسه و اسفورساندوهایی که میبینیم نخست به هم از هم دورتر هستن ولی پایه به پایه به هم نزدیکتر و نزدیکتر میشن و به تنش این داستان اضافه میکنن و اینجا باز دوباره اتفاقی میفته و گویا انگار این حشره از اون تار رها میشه و نوت‌هایی که با هم نیم پرده آخرین نوت دست راست فادیز با نخستین نوت دست چپ فا بکار و دوباره می می بمول ر دو دیز که به همین ترتیب من براتون میزنم از اینجا میگم فا دیز بعد فا می می بمول ر دو دیز دو بکار سی سی بمول لا لا بمول لا بکار فا دیز فا بکار و می و می بمول تا اینجا به پایان میرسه که از اون بالا اومده پایین و یه فرودی رو ترسیم کرده با فواصلی که هست. اینجا من احساس میکنم که دوباره همون در برمیگرده به نخست قطعه با همون ترتیب و در نمایه پایانی اینجا اتفاقات که میفته من میبینم که الگویی هست در دست راست میگه 1 2 3 4 5 6 نمیشه 1 2 3 4 5 6 7 8 و این 1 2 3 4 5 6 7 8 دائما داره تکرار میشه در صورتی که در دست چپ 1 2 3 4 5 6 الگوها 6 تایی یعنی الگوی 8 تایی در برابر الگوی 6 تایی. صدای عجیبی رو تولید کرده که بالا فلاتن یا بمول شدم پایین دست که. راسته و دست چپم مثلا نچرال داره و اینجام که فکر میکنم در واقع اینورت شده یه میزان نمایه بله 15 تا 26 ما میبینیم اینجا نوتای کشیده ما داریم و بالا استکاتوه ولی اینجا وارونه اونه بالا حالتای کشیده داره نوتای لگاتو و پایین حالت استکاتو و اینجا احساس میکنم که نظرت تو چیه؟ به پایان قطعه تر میرسیم با این سکوت با اضافه شدن سکوتا سکوتا و حسی که میده اینه که انگار حشره یا به مرگش رسیده یا اینکه از خستگی دیگه متوقف شده متوقف شده بسیار سکوت. در مورد اون فرمول الگوی فیبوناچی هم گفتگو نکردیم چرا که گفتیم در نخست 1 2 3 4 5 الگوی 5 تایی در برابر الگوی 3 تایی جای گرفته و حالا الگوی 3 تایی دوباره در برابر الگوی 2 تایی یعنی یه 5 3 2 داریم که این بسیار جای شگفتیه که آهنگساز چگونه در این اثر از این الگو بهره برده. خب ویدیویی بود که در 5 تیر ماه 1399 فراهم شد و آرزوی بهترین ها برای علی جان و دوستداران. Thank you.